به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی از استدیو خبر شبکه امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاهی بیندازیم به سرخط خبرها. آغاز هفته محسنیه و عزاداری شیعیان در این هفته. نگاهی به رویکردهای قانونی و ملاحظات اخلاقی در آینده هوش مصنوعی. و افزایش روند گرویدن شهروندان رواندا به دین اسلام. هفته اول ماه ربیع الاول به عنوان هفته بزرگداشت حضرت محسن ابن علی علیه السلام نامگذاری شده است. بر همین اساس شیعیان در سراسر جهان در سوی حضرت محسن فرزند امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می نشینند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. با گذشت چند روز از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزهای اول ماه ربیع الاول، هجوم وحشیانه‌ای توسط منافقین و غاصبان خلافت به خانه امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت. در پی این هجوم حضرت محسن به شهادت رسیده و حضرت زهرا جراحاتی را متحمل شدند که پس از چندی این جراحات منجر به شهادت ایشان شد. بسیاری از علمای شیعه همچون قاضی نعمان مغربی، محقق اردبیلی، ابن ابی جمهور احسایی، شیخ طوسی، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، شیخ عبدالجلیل غزوینی رازی نیز شهادت حضرت محسن را آشکار و غیر قابل انکار دانسته و بدان تصریح نمودند. همچنین هجوم به خانه وحی و حد که حرمت دختر پیامبر اکرم در معتبرترین منابع اهل تسنن مانند المصنف، تألیف ابن ابی شیبه، استاد بخاری، انصاب الاشراف، تألیف بلازری، الامامه و سیاسه، تعریف ابن قتیبه، تاریخ طبری، تعریف محمد جریر ابن یزید طبری، استیعاب، تعلیف ابن عبدالبر آمده است. در هفته محسنیه در ادامه عزاداری های ماه محرم و صفر، شیعیان با برپایی مجالس عزا هجوم به خانه وحی و شهادت حضرت محسن ابن علی را گرامی می دارند. این مجالس با آغاز ماه ربیع الاول و در پی تأکیدات مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مبنی بر اقامه عزا در ایام محسنیه به عنوان ادامه عزاداری های محرم و صفر آغاز شدند. در پی سخنان و رهنمود های مرجعیت شیعه بسیاری از حسینیه ها، تکایای شیعی و مراکز و دفاتر مرتبط با معظم الله در گوشه و کنار جهان با برپایی مجلس عزاداری در هفته محسنیه آن را در دستور کار خود قرار دادند. آیت الله العظما شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت حضرت رسول اکرم در شرح شعیره محسنیه فرمودند: هرچند در روزگاران پیشین رسم بر پیشواز رفتن برای محرم و عزاداری با عنوان دهه محسنیه نبود، اما این امور و مانند آن از نمونه های تعظیم شعائر الهی به حساب می آیند و موجب اجر و قرب به اهل بیت علیهم السلام هستند. معظم الله در ادامه فرمودند: هر عملی که در نظر عرف موجب تجلیل و تکریم و تعظیم اهل بیت علیهم السلام باشد، بیشک شعیره ای از شعائر الله هست که از دلهای انسانهای متقی جوشیده و برخواسته است. ایشان همچنین تأکید فرمودند: اکنون در روزهای پایانی ماه صفر الاحزان قرار داریم و پس از آن ایام محسنیه در پیش روست. ایام محسنیه نیز از شعائر مقدس و از شعائر الله است. به عبارتی هر چیزی که ارتباطی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشد و عرفاً سبب تعظیم و تجلیل آن بزرگواران شود،
از شاعر است و به طبع از شاعر الله خواهد بود و ایام محسنیه نیز این گونه است و ضرورتی ندارد که در زمانهای گذشته وجود داشته باشد. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا دیروز شاهد مراسم تعویض پرچم سیاه بود که در طول ماه‌های محرم الحرام و صفر بر گنبد شریف حسینی برافراشته شده بود. گفتنی است که این پرچم قرمز نشانه خونخواهی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام می باشد. به همین مناسبت این پرچم قرمز تا روز قیام منتقم آل محمد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بر روی گنبد طلایی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مناسبت ایام محسنیه و شهادت حضرت محسن علیه السلام پیراهن عزا را از تن خویش در نخواهند آورد. در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حرم مطهر امامین عسکری عین سلام الله علیهما در سامرا با پرچم‌ها و بنرهای سیاه به نشانه غم و اندوه شهادت ایشان مزین شد. در همین راستا بخش رسانه‌ای حرم مطهر در سایت رسمی حرم مطهر از سیاه پوش شدن صحن‌ها و در و دیوار حرم خبر داد و اعلام کرد خادمان این حرم مطهر آماده برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الاول و پذیرایی از زائران آن حضرت خواهند بود. گفتنی است شهر مقدس سامرا چند روزی است که شاهد حضور چشمگیر شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد. جورج هنا شکور، شاعر، ادیب و نویسنده بزرگ مسیحی لبنانی، دار فانی را وداع گفت. جورج هنا شکور یکی از برجسته‌ترین ادبا و شاعرای معاصر لبنان، عاشق و دلباخته اهل بیت علیهم السلام، پیر غلام مسیحی و محب و شیفته سرور شهیدان علیهم السلام در 90 سالگی درگذشت. وی که به خاطر کهولت سن مدت‌ها زمین‌گیر و در بستر بیماری بود از هفته پیش به کما رفت و در میان غم و اندوه اعضای خانواده و بستگانش دار فانی را وداع گفت. جلوه‌هایی از این شیفتگی این شاعر مسیحی لبنانی به اهل بیت علیهم السلام در آثار مختلف او از جمله ملهمت الرسول صلی الله علیه و آله، ملهمت علی علیه السلام و ملهمت الحسین علیه السلام نمایان بود. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت ایران میگوید آمار سالانه ازدواج‌ها در ایران طی حدود 4 سال گذشته تقریبا نصف شده است. محمد جواد محمودی رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی ایران به آماری اشاره کرده که نشان دهنده کاهش شدید ازدواج ها در حد فاصله سالهای 1389 تا 1402 است. وی در ادامه گفت افزایش یا کاهش تعداد ازدواج ها در 3 دهه گذشته کاملا منطبق با کم شدن تعداد افراد 18 تا 23 ساله بوده است که در ایران از حدود 1 دهه پیش کاهش پیدا کردند. محمودی در پایان افزود ما از فرصت 12 ساله‌ای که بین سالهای 1389 تا 1401 با اوج تعداد زنان در سن باروری داشتیم تا کنون استفاده بهینه نکرده ایم. باستانشناسان در پژوهشی جدید فاش کردند که یک گورتپه خرسنگی در اسپانیا با استفاده از مهندسی پیشرفته 6000 سال قبل ساخته شده است و از سنگ‌های استفاده شده که وزن آنها چندین برابر سنگ‌های به کار رفته در ساخت بنای نمادین استونهنج بریتانیا است.
گفتنی است این سازه دوره عصر حجر با بکارگیری دانشی پیشرفته در حوزه های زمینشناسی، فیزیک، هندسه و نجوم ساخته شده است. پژوهشگران می گویند که سنگ های بکار رفته در ساخت این بنا که هر کدام بیش از 100 تن وزن دارند از تپهی در محلی حدود 850 متر دورتر تراشیده شدند و سپس با سورتمه های روی مسیر چوبی کشیده شدند. بر اساس چشم اندازه در حال تحول و روبه رشد هوش مصنوعی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها در حال ایجاد چهارچوب‌های قانونی متمایزی برای مقابله با چالش‌های ناشی از این فناوری هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینید. ایالات متحده با تکیه بر مقررات موجود خود در صنایع مختلف رویکرد خاصی را در قبال هوش مصنوعی اتخاذ کرده، در حالی که اتحادیه اروپا قانون جامع هوش مصنوعی را تدوین و سیستم‌های هوش مصنوعی را در قالب فعالیت‌های همراه با ریسک طبقه بندی کرده و الزامات نظارتی متناسب برای آن در نظر گرفته است. کشورهای دیگری مانند چین در حال توسعه قوانین متمرکز هوش مصنوعی تحت تأثیر این مدل‌ها هستند. پیشرفت‌های قانونی اخیر شامل لایحه پیشگامان کالیفرنیا سیستم‌های هوش مصنوعی بزرگ را مجبور به انجام آزمایش‌های دقیق و آشکار نمودن پروتکل‌های ایمنی می‌کند. این لایحه توسط سناتور اسکات وینر که سیستم‌های هوش مصنوعی را کنترل می‌کند ارائه شده و برآورد شده که برای اجرای این لایحه به بیش از 100 میلیون دلار برای آموزش نیاز دارند. این لایحه مورد حمایت چهره‌هایی مانند ایلان ماسک قرار گرفته، اگرچه با انتقاد شرکت‌های بزرگ فناوری که نگران سرکوب احتمالی نوآوری هستند مواجه است. در همین حال فرمان اجرایی پرزیدنت بایدن در مورد هوش مصنوعی که در اکتبر 2023 امضا شد به دنبال کاهش خطرات مرتبط با سیستم‌های قدرتمند هوش مصنوعی است و بر نیاز به اقدامات بیشتر کنگره تاکید می‌کند. از آن سو پارلمان اروپا قانون هوش مصنوعی را در 13 مارس 2024 با اکثریت قابل توجهی تصویب کرد. هدف از تصویب این قانون وضع مقررات تاریخی به منظور حفاظت از حقوق اساسی و در عین حال تقویت نوآوری، ممنوع کردن شیوه هایی مانند طبقه بندی بیومتریک و اعمال محدودیت های شدید نسبت به استفاده مجریان قانون از هویت بیومتریک است. سیستم های هوش مصنوعی پرخطر مشمول الزامات شفافیت و نظارت انسانی خواهند بود و شهروندان را قادر می سازد در صورت وارد آمدن زیان و خسارت شکایت کنند. این قانون 24 ماه پس از آن به طور کامل قابل اجرا خواهد بود. قوانین موجود مانند GDPR در اتحادیه اروپا و CCPA در ایالات متحده پایه‌ای را ارائه می کنند و برخی از حوزه های قضایی حفاظت های افزونتر ویژه هوش مصنوعی را در نظر می گیرند. چارچوب های امنیت سایبری برای سیستم های هوش مصنوعی تطبیق داده می شوند و از خود هوش مصنوعی برای شناسایی تهدید استفاده می کنند و در عین حال نگرانی های مربوط به استفاده های نفرت انگیز و دشمن ساز را برطرف می کنند. حقوق مالکیت معنوی برای آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی همچنان یک موضوع بحث برانگیز است و با درخواست برای مقررات بروز شده برای اطمینان از حفاظت از حقوق پدیدآورندگان همراه است. یک مطالعه جدید نگرانی های قابل توجهی را در مورد قوانین کپی رایت مطرح نموده که هوش مصنوعی AI به طور افزایندهی آثار هنری تولید می کند. محققان نظرسنجی هایی را با متخصصان حقوقی و خلاق انجام دادند و دریافتند که 76% معتقدند مقررات فعلی حقوق کپی رایت منسوخ شده و در مورد هوش مصنوعی کارایی لازم را ندارد.
بیش از نیمی از شرکت کنندگان موافق بودند که آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی باید از حمایت حق نسخه برداری برخوردار شوند و خالق حقوق آن را در اختیار داشته باشند. با این حال بسیاری از افراد در مورد نقض احتمالی حق کپی رایت ابراز نگرانی کردند. قوانین ویژه در رابطه با کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مالی و وسایل نقلیه وجود دارد، در حالی که لازم است مکانیزم‌های اخلاقی از جمله دستورالعمل‌ها و گروه‌های مختص به منظور نظارت اخلاقی برای اطمینان از پاسخگویی و شفافیت در زمینه توسعه هوش مصنوعی ایجاد شوند. خبرنگار الجزیره در گزارشی گفته که شمار زیادی از شهروندان رواندا به دین اسلام گرویده و این روند رو به افزایش است. رئیس شورای عالی امور اسلامی رواندا در گفتگوی با الجزیره گفته که هر ماه دست کم 1000 نفر در رواندا اسلام می آورند. پیدا کردن افراد مسلمان در خانواده های مسیحی در رواندا امری کاملا طبیعی است. وی تأکید کرده آنچه در گرویدن مردم به اسلام تأثیر گذار بوده برگزاری مناظرهای عمومی بین دانشمندان مسلمان و همتایان مسیحی آنهاست. این مناظره گاهی 3 روز ادامه می‌یابد و بعد از آن شمار زیادی از حاضران گرویدن خود به اسلام را اعلام می‌کنند. وی در این حال با اشاره به فرهنگ همزیستی که در رواندا میان مسلمانان و شهروندان دیگر حاکم است افزوده که مسیحیان این کشور عید فطر و عید قربان را در کنار مسلمانان جشن می‌گیرند و از مسلمانانی که از حج می‌آیند با گل و شیرینی و سرود محلی استقبال می‌کنند. گفتنی است که مسلمانان رواندا از زمان ورود اسلام به این کشور در بیش از 100 سال پیش به دست بازرگانان مسلمان در وضعیت کنونی قرار نداشتند، بلکه آنها مورد هجمه سیاست‌های استعماری بلژیک بودند. اکنون طبق آمارها حدود 15% از جمعیت 15 میلیون نفری رواندا را مسلمانان تشکیل می‌دهند و رئیس جمهور این کشور دستور داده تا عید فطر و قربان به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رواندا گنجانده شود. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. آغاز هفته محسنیه و عزاداری شیعیان در این هفته. نگاهی به رویکردهای قانونی و ملاحظات اخلاقی در آینده هوش مصنوعی. و افزایش روند گرویدن شهروندان رواندا به دین اسلام. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. ممنونم که با این بخش خبری همراه ما بودید. شب همگی شما بخیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.